أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قرآن کریم از اون نظر که نور است و هدایت است و بینه است برای همه مردم است، نه برای گروه خاص. هدن للناس، اگر هدن للناس است و برای بشر آمده، نظیرن للبشر هست، باید زبان او را بشر بفهمد. طوری نباشد که یک گروه خاص ادراک کنند، دیگران محروم باشند. زبان وحی را باید همه بشر بفهمد، وگرنه هدن للناس نخواهد. زبان وحی را اگر بشر درک نکند، در هر شرایطی و در هر اوصافی باشد، باید بتواند درک کند. اگر قابل ادراک نباشد، این نور نیست، این هدن للناس نیست. بنابراین نه اونطور پیچیده و دشوار است که مخصوص خواص باشد، نونطور مبتذل هست که جای نقد ناقد و محقق باشد. سراسر این کتاب از اون نظر که نور است و هدایت است، طوری تنظیم شد که همه مطالبش قابل فهم برای همه مردم هست، که عوام می فهمن و محقق هم قدرت اشکال ندارد. به این معجزه است که طور انسان سخن بگوید که قابل درک باشد برای بشر، ذکرال البشر. هر کسی که یستقو علیه انو انسان، او میتواند بفهمد. و احدی هم قدرت نقد ندارد که انتقاد کند، هم قابل فهم برای همه مردم هست، هم در دست هیچ ناقلی نیست که اشکال کند، چون در کمال قدرت تحدی می کند. لذا برای اینکه اون معارف بلند را در دسترس همه قرار بدهند، به صورت مسهل اون مطالب را تنزل می دهند. خاصیت مسهل آن است که سطح مطلب را پایین می آورد، هم سطح فکر شنونده می کنند. اون وقت دست شنونده به دامن این مطلب می رسد، می تواند بفهمد. و چون مثل هست، ممثلی دارد و هر اندازه انسان روش کند، از اون ممثل بهره بیشتر به بهتر این برد، و هر اندازه پایین تر باشد، درکش از اون معارف کمتر هست، ولی درک می کند. حجت خدا برو تمام می شود، لیهل که من حلکن بینتن و یهی من حیعن بینه. در جریان حق و باطل، قرآن کریم در همه امور برهان قام می شود. اگر راجع به توحید و شرک است، که حق و باطلن برهان قام می شود. اگر راجع به صدق و کذبن، که حق و باطلن برهان قام میشن. اگر راجع به عدل و ظلمن، که حق و باطلن برهان قام میشن. اگر راجع به طهارت و آلودگی نفوس است، برهان قام میشن. در همه مسائل علمی و اخلاقی و احکام و حکم برهان قام میشن. و برای همه اینا یا اکثر اینا هم مثل ذکر که افراد عادی هم بتوانند درک کنند. هم علما اون چرا که درک کردن بهتر براشون روشن می‌شود، و هم توده مردم با این مثل دسترسی به معارف قرآن داشته باشند، بتوانند درک کنند.
لذا فرمود ما در این قرآن برای هر مطلبی مثل ذکر صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالا، مردم مثل ها اونا رو تبیین کردیم. یا تلکل امثالو نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون، ما این مثل ها رو برای مردم بیان میکنیم و عمق این مثل ها رو افراد عالم میفهمند ولی اصلش رو مردم درک میکنند. بنابراین هر مطلب بلندی را که قرآن کریم به عنوان یک برهان اقامه کرد همون را در حد یک مثل ذکر میکنند. نمونش این است در جریان توحید در سوره مبارکه انبیا برای توحید خدای سبحان اون دلیل سنگین برهان تمانو را اقام می کند به صورت یک قیاس استثنائی که درک اون برای اوحدی از محققین مشکل است که لوکان فیه ما آلهتون الا الله و فسد. اگر در این آسمان و زمین در نظام موجود دو خدا بود و دو خدا این نظام را اداره می کرد این نظام از بین می رفت. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسد است. این قضیه شرطیه و تالی باطلان و المقدمه مثلو بسلان تالی را در سوره بارک الذی بیده الملک بیان میکنن. میفرماید به اینکه ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، شما هرگز در نظام ناهماهنگی نمیبینید، هرچه بیشتر در نظام تأمل کنید نظم بهتری آیدتون میشود، هرگز اختلاف و تفاوت در جهان خلقت نیست. تفاوت مال اونجاییست که یک رشته در کار باشد بعضی از حلقه های رشته از رشته بیرون برود فوت بشود، بعضی از حلقه های دیگر به انتظار حلقه قبلی بمانند و نظم گسیخته بشود. اضافات بعض الاجزا ان بعض هل آخر میشود تفاوت. تفاوت الامر یعنی یه امر گسیخته است که بعض اجزاش از اجزا دیگر فوت شده. اگر یک امر زی اجزای او از هم فوت بشود میگویند در این امر تفاوت پیدا شده، چون تفاوت پیدا شده مقصد نمیرسد. در سوره تبارک الذی بیده الملک میفرماید بر عالم هیچ ذره‌ای به نام فوت راه ندارد. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هرچه هم بیشتر تحمل کنید هرگز فتور شکاف خلل و نابسامانی در عالم نمی بینید. اون آیه به منزله قضیه حملیه است که در حکم بطلان تالی است. اون وقت قیاس استثنایی به این صورت می شود که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا لکن لم تفسدا، برای اینکه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت از فتاری باطل فالمقدم مثلو. این برهان برهان تمانه است که محققین اهل کلام درش موندن که میگوین چه دارد که دو خدا باشد هر دو علی ما هو الواقع علی ما هو الحق عالم را اداره کنند. لذا تحلیل این برهان تمانه برای خیلی ها دشوار است، او را به برهان توارد علتین برمیگردونند. یک همچه آیه است برهان تمانه است برای اوحدی یا اهل قرآن، همین معنا را به عنوان برهان توحید در آیات دیگر در حد یک مثال و مثل ذکر میکنند. بفرماید ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان. فرمود اگر یک بندهی باشد که این بنده در تحت تدبیر چند مولای متشاکس نساز بداخلاق باشند با یک بندهی که در تحت تدبیر یک مولای سالم باشد آیا کار این دو بنده یکسان است یا فهم کن؟ اگر یک بنده دارای چند مولای متشاکس و بداخلاق و نساز باشد
یا اینکه یک بنده در تحت تدبیر یک مولای سالم باشد، آیا این دو با هم یکسان هست؟ یقینا یکسان نیست. اون یک بندهی که دارای موالی متشاکس بد اخلاق نسازن، کار او منظم نیست. این بندهی که در تحت تدبیر یک مولای سالم هست، کار او منظم است. اونگاه می فرماید این عالم را شما یک بنده فرض کن، آلهه به منزله موالی و خدایانی و مولاهایی هستند که این بنده را اداره می کنند. اگر این عالم چند خدا داشته باشد، هرگز این عالم منظم نیست. مثل اینکه یک بنده را چند مولای متشاکس نساز بد اخلاق بخواهد اداره کند. و چون این عالم منظم است، مثل اون بنده است که در تحت تدبیر یک مولای سالم هست، معلوم می شود رب آسمان و زمین یکیست ولا شریک له. اون معنای بلند آیه سوره انبیا را که به عنوان برهان تمانع معروف است و مورد بحث محققین اهل کلام است، در حد یک مثل برای کسی که قیاس استثنایی و برهان تمانع و بسلان تالی و بسلان مقدم و امثال ذلک به گوشش نخورده به این صورت بیان میکنه. اون طوری نیست که توحید را به صورت یک قیاس استثنایی بیان کند که خواص بفهمند و عوام محروم باشند. مسلبی در قرآن نیست که مخصوص حکما و علما باشد و همون را در حد مثل برای توده مردم بیان نکند. اگر این هدن للناس است و ذکرال البشر است، اگر برای بشر آمده با زبانش زبان بشری باشد، بشر بفهمد کائلن من کار. هیچ کسی علا وجه الارض پیدا نمی شود که زبان قرآن را نفهم. ممکن است اون معارف عمیق را نفهمند، ولی همون معارف به صورت مثل، به صورت قصه، به صورتهای گوناگون در موارد دیگر بیان شده که حجت بر او تمام می شود. بطون قرآن در جوامع روایی ما آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود، معصومین علیه السلام فرمودند برای قرآن بد نیست و برای بطن او بد نیست و تا هفت بطن یا بیشتر، این حق است، ولی اتمام حجت با ظواهر هست یا با بواطن قرآن. برای اصل هدایت باطن ضروری است یا ظاهر کافی است؟ ظواهر انسان را هدایت میکنه، انسان هدایت شده برابر این ظواهر عمل میکند، کم کم به جای میرسد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، کم کم به جای میرسد که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کم کم پیش میرود. و قرآن کریم هم فرمود که مردم یکسان نیستند. برای مؤمن درجه است، برای مؤمن عالم درجات. در سوره مجادله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. برای مؤمن اون محذوف درجه است. یرفع الله الذین آمنوا منکم، چه مقدار یرفع؟ یرفع درجات. اما والذین اوتوا العلم را درجات. برای مؤمن عالم درجاتی است، برای مؤمن غیر عالم درجه است، ولی اصل حجت بر او تمام می شود. اصل قرآن را او درک می کند. البته معارف عمیقی در قرآن کریم هست که درکش مقدور احدی نیست مگر معصومین علیه السلام، چون برای قرآن یک کتاب دیگری است که این قرآن درون کتاب است. در سوره اذا وقع فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن در کتاب دیگر است. پس للکتاب کتاب للذره باطنون و للباطنه باطنون. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه قرآن را مگر کسی که طاهر باشه.
لا یمس و اون کتاب مکنون را مگر کسی مطهر باشه. کسی بخواهد ظاهر این قرآن را برخورد کند با ظاهر قرآن، باید دارای طهارت ظاهری باشه. بخواهد با باطن قرآن که کتاب مکنون است تماس بگیرد، باید مطهر از هر گناه باشه. اونگاه در سوره احزاب اهل بیت اسود و طهارت علیهم السلام را مطهر معرفی کرد. تمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بیطهرکم تطهیرا. اونگاه اینها میشن مطهر. وقتی اینها مطهر شدن به اون کتاب مکنون دسترسی دارن. لذا حقایقی را اهل بیت اسود و طهارت میفهمن که به ذهن احدی نمیاد. و هر کسی از طهارت ضمیر برخوردار شد به مقدار خود، به نوبه خود از معارف قرآن استفاده میکنه. اما اونها درجات زائد بر اصل ایمان است. اصل ایمان را و ظواهر قرآن کریم را خدای سبحان طوری تنظیم کرده است که همه بشر میفهم. هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که بر عنوان معما باشه. همون مطلب را در حد نازل به صورت مثل بیان کرد که همه بشر ظواهرش میفهمن تا حجت بر اینها تمام بشود. لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه. متقین یعنی کسانی که از طهارت زمین برخوردارن بهره میگیرن و الا این هدن لناس است. بهرش مال احراد با تقواست و الا این هدن لناس است. مثل اینکه در قرآن کریم راجع به انذار و ترسوندن فرمود این نذیرن للبشر، برای اینکه مردم را بترسانن از عواقب بعد. با اینکه نذیرن للبشر هست برای بیم دادن بشریت آمده و با اینکه فرمود گرچه همه را باید بترسانی اما گردن کشان را بیش از همه بترسان، لتنذر بهی قوما لدا، اونا که لدن لدودن انودن و اشد الخصامن اونها را بترسان، معذالک فرمود انما لینذر من کان حیا، آدمای زنده را فقط میترسانی، یا انما تنذر من یخشاها، فقط علما را میترسانی، مؤمنین را میترسانید. از یک طرف میفرماد این قرآن نذیرن للبشر، از یک طرف میفرماد گردن کشان را بترسان، به تنذر به قوم لدا، اونا که لدودن خیلی دشمنیشون سرسخت است و علد الخصام، اونا را بترسان. از این طرف میفرماد اونا که اهل خشیتند و اهل معرفتند فقط اونا را میترسونید، یعنی اونا میترسن، تو میترسانی، طغات بهره نمیبرن، نمیترسن. بهره بردن مال افرادی است که یک مقدار پیاده باشد. خلاصه آدمایی که سوارن هرگز نمیترسن. بنابراین اصل مسئل ذکر کردن برای آن است که این مطلب رو یه مقدار پایین بیاورد که دست همه برسد. و در بسیاری از معارف سخن از مسئل هست. یکی از اون آیات پر برکت قرآن کریم که همش برکت به نور است این آیه مبارکه است. از این آیه اصولی و قواعد کلی استفاده می شود که آیات دیگر را می شود با او حل کرد. تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر آیه به آیه این نیست که ما ببینیم این کلمه که در این آیه به کار رفته در کدام آیه به کار رفته تا از جمع اون آیات که این کلمه در اون آیات به کار رفته مطلبی را استفاده کنیم. تفسیر قرآن به قرآن در این حد قبل از المیزانم بود و بعد از المیزانم رواج پیدا کرد که با یک المعجم انسان خیلی از آیات را بتواند کنار هم جمع کند. این که تفسیر قرآن به قرآن نشد. تفسیر قرآن به قرآن این است که اون آیات کلیدی را ما بفهمیم کدام آیه است که با او آیات دیگر را حل کن. اگر قرآن کریم 6000 خوردی آیه دارد، 5-6 تا کلید دارد. ما اون آیات کلیدی رو بفهمیم تا آیات دیگر را با او حل کنیم. اینا میشه قواعد قرآنیه. همونطور که برای فقه قواعدی است، برای اصول امهاتی است، برای ادبیات امهاتی است، برای قرآن کریم یه قواعدی است. اون آیات کلیدی را اگر کسی بفهمد میتواند خیلی از آیات با او حل کن. ولو کلمات مشابه در او نباشه، ولو کلمات همسان
در این آیه نباشه. ما در سوره مبارکه فاتحه کتاب میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه کسانی که تو بر اینها انعام روا داشتی، بینا نعمت دادی. این انعمت علیهم کیانن؟ در سوره نساء قرآن کریم بیان کرده که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. در سوره نساء بیان کرده اگر کسی مطیع خدا و رسولش باشد، خدا او را با کسانی که منعم علیهند و خدا به اونها نعمت داده است محشور میکنند. اونا کیانن که خدا انعم الله علیهم؟ نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن و اینها رفقای خوبی برای مؤمنن. بنابراین ما در نماز در هر رکعتی از خدای سبحان راه اینها را طلب میکنیم، میگویم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم کیانن مشخص است. تفسیر قرآن به قرآن در این حد این قبل از المیزانم بود، به استناد آیه سوره نساء آیه سوره فاتحه کتاب را حل بکنیم، این گونه از تفسیر قرآن به قرآن بی سابقه نبود و بعد هم رواج پیدا کرد. اما تفسیر قرآن به قرآن اینی که آیا این 6000 خوردی آیه آیات کلیدی دارد یا ندارد، که اگر ما اون آیات کلیدی را فهمیم خیلی از آیات حل کنیم، یا فقط با دنبال کلمه بگردیم ببینیم این کلمه که در این آیه است در چند جا استعمال شده، تا بریم اون آیاتی که این کلمه در اون آیات استعمال شده اونا رو جمع بکنیم یه مطلبی رو استنباط بکنیم. اون یه مرحله از تفسیر قرآن به قرآن است. این معارف قرآن آیا آیات کلیدی به عنوان مفاتح غیب دارد یا ندارد؟ اگر این کتاب یک کتاب هماهنگ و همسان است که هیچ اختلافی نیست و همه یک دیگر را تأیید میکنند، آیا یک سلسله آیاتی هست که روشنگر دیگر آیات باشد، یا همه این 6000 خوردی آیه در یک سطح هم؟ اگر ما توانستیم به اون آیات کلیدی پی ببریم، اونگاه رموز تفسیر برای ما روشن میشه، خیلی از آیات هم برای ما روشن میشه، خیلی از قوانین تفسیری هم برای ما روشن میشه، خیلی از معارف هم برای ما حل میشه. این از ابتکارات المیزان است. و این آیه مبارکه انزل من السماء را سیدن استاد رضوان دارید میفرمویند هذه من غرر آیات القرآنی است، این از تابانترین آیات قرآن کریم است. اگر یک آیه بتواند خیلی از مسائل را حل کند میشود جز غرر آیات. آیه سوره هجر را میفرمون از غرر آیات است، آیه سوره رعد را میفرمون از غرر آیات است، که ما خیلی از معارف مونده را با اینها میشود حل کرد یا لااقل انسان را از ابهام در بیارد. ما مسئله تعلیم اسما مطرح است، مسئله بهشت آدم مطرح است که از جنت بیرون آمده، مسئله سجود ملائکه مطرح است، مسئله تمرد شیطان مطرح است. اینا رو ما چجور حل کنیم؟ آیا قرآن در نخ به ما نشون داد یا نداد؟ مسئله عالم ذریه مطرح است، آیا قرآن برای حل اون گونه معارف عمیق آیات کلیدی دارد یا ندارد؟ اگر این آیات کلیدی قرآن کریم روشن بشود، اون معارف هم کم و بیش خودش نشون میده. بچه تصمیه این صور هم به این آیات به همین جهت ممکن هست، ولی این صور نامگذاری اینها قسمت مهم علم بر غلبه است. اون سوری که در زبان و زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معصومین علیهم السلام نام گذاری شده است، مثل سوره توحید همون اخلاص یا سوره جهد یا سوره قدر، اینها سوره یاسین، اینا که در زبان خود معصوم آمده است و به ما فرمودن لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، این معلومش نامگذاری از زمان خود حضرت. اما این نامگذاری هایی که بعدن راه شده مثل سوره بقره، سوره انعام، سوره عنکبوت، اینا اعلام بالغلبه است، اینا در زبان روایت نیست، نام این سور هم نیست. الان این تفسیرهایی که مال قبل از 1000 سال است، تفسیر مرحوم سید رضی رضوان الله، تفسیر قشیری از عامه، تفسیر طبری و دیگر تفسیرها، وقتی به این سور میرسن میگن فی تفسیر سوره التی یذکر فی البقره، نه سوره سوره بقره است، فی تفسیر سوره التی یذکر فی الانعام. کم کم علیه بلغربه شد، تخفیفا گفتن سوره انعام، سوره بقره، سوره فیل، سوره فلان. اینا نامهایی نیست که
معصومین علیهم السلام گذشته باشن. اعلام بالغلب است. البته اونها که در لسان خود معصومین علیهم السلام آمده اسامی خود سوره است، مثل فاتحه کتاب، مثل یاسین. این آیات رسومی که سوره رعد به جهت کلیسا این آیه مطرح میشه، ممکن است البته. بنابراین این آیه از قرر آیات است که قرآن کریم میفرماید ما امثال را با این بیان کرد، از آیات پرمحتوای قرآن کریم است. و خلاصه این آیه آن است که فرمود انزل من السماء ماء، خدای سبحان از آسمان از جهت بالا آب را نازل کرد، فرو فرستاد. فسالت اودیتون به قدرها، این نهرها، این دره‌ها، این وادی‌هایی که در دامنه کوه‌ها هستند، هر کدام از این وادی‌ها به قدر و اندازه و هندسه خودشون از این آب استفاده کردند، سیل اون اودیه را، اون وادی‌ها را پر کرد. فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی و اندازه خود از اون آب گرفت. فحتمل سیلو زبدن رابیا، سیل در این حرکتش یک حرف برجسته ای را رو دوش گرفته یا رو دست گرفته. وقتی هم که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان فرمودن اگر ما گفتیم این مطلب یحتملو وجهین، یعنی این دوتا وجه را تحمل می کنند، این مطلب یحتمل وجوه هم یعنی هر یک از این وجوه را تحمل می کند، به دوش می کشد. این تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. فحتمله یعنی سیل این کف را به دوش کشید، تحمل کرد، او را حمل کرد. فحتمل سیلو زبدن، زبد اون کفی که روی سیل می نشینه، و این کف هم رابی است، برجسته است، رو آبه. روا یربو یعنی برجسته شد، ربوه اون تل و برجستگی رو میگم، اون زیادی رو میگم ربا، این چیزی که بالا میاد زائد هست اینو بهش میگم ربوه. و ربا هم از همین ماده روا یربو است، برجسته است، چیزی زائدی است. لذا تل و تپه را میگویم ربوه، که در قرآن فرمود مثل کسی که باقی در ربوه داشته باشه، جنتون به ربوتین، ربوه یعنی برجستگی تل و تپه. فحتمل از سیلو زبدن رابیا، این در امور طبیعی. در امور صناعی هم همانند این است. فرمود صنعتگرا اگر این فلزات را آب کنن، بخواهن گداخته کنن، طلا یا نقره یا مس یا آهن یا دیگر فلزات را بخواهن آب کنن، این کوره‌ای که این مواد به فلزات را گداخته می کند، یه کفی روی این کوره هست، یه کفی روی این دیک هست. و من ما یوردون علیه فی النار، اون چی که در آتش ایغاد می کنن، برافروخته می کنن، حالا یا برای زینت است مثل زرگرا، یا برای متاع است مثل آهنگرا و کارخانه ها و کوره های ذوب و امثال ذلک، برای ساختن تیر، برای ساختن مصالح جنگی، برای ساختن مصالح ساختمانی، برای این آهن رو آب میکنن، این مواد رو آب میکنن. و مما یوردون برافروخته میکنن علیه فی النار، حالا یا برای ابتغاء حلیه یعنی اتخاذ زینت، میخوان انگشتر درست کنن، گوشوار درست کنن، زینت درست کنن، یا نه تیر آهن درست کنن، شمشیر درست کنن، برای متاع است نه برای حلیه و زینت. حالا یا ابتغاء حلیتن یا ابتغاء متاعن، یا میخوان تیر آهن درست کنن، کارخانه ذوب آهن دارن، یا میخوان انگشتر درست کنن در کنار مغازه زرگری، کوره ذوب طلایی هست، فرق نمی کنن چه کوچک چه بزرگ. وقتی این فلزات را گداخته میکنن، آب میکنن، روش کفی میستن،
و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاعن زبدون مثله. اون دی که کوره هم یک کفی پیدا می شود، اون مسئله آب و طبیعت، این مسئله آتش و صنعت، یک کفی روی این آب پیدا می شود. اونگاه می فرماید کذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق و باطل مثل همین آب و کف، که حق مثل اون آبی است که میماند، باطل مثل کفی است که دوامی ندارد و از بین می‌رود. کذالک یضرب الله الحق و الباطل. اونگاه فرمود فاما الزبد این کف سیذهب جفاء، این حالکن و باطلن از بین می رود، یعنی خود سیل این کف رو به دور می اندازد، همطور که می آید این کف ها را به دوحاشیه نهر می سپارد و خودش به دریا می رود. و این وقتی که سیل آرام شد می بینیم کف این مرگامی است، اون کفک های روی این سیل این هم از بین رفت، یا این قلیان و جوشش این کوره که ایستاد و متوقف شد، می بینیم این کوری که این فلز را داشت میگداخت و پر کف بود، حالا کفی در کار است. فاما الزبدو فیذهب جفاء باطلا و حالکن، که خود این سیل یرمیه حالکن او رو به کنار می اندازد. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون که نافع است برای مردم او در زمین میماند، هم در مثال طبیعت و آب، هم در مثال صنعت و آتش. اگر اون مواد را گداخته کردن اون کفش میرود، اصلش میماند، با اون اصل میشود، زیور درست کرد یا سلاح درست کرد، در باره آب هم اون کف میرود، با اون آب میشود کشاورزی و دامداری را تأمین کرد و آتش را برطرف کرد و ماننده آن. اونگاه بفرماید کذالک یضرب الله الامثال، خدا مثل ها را اینچنین بیان می کند، هر چه حق است مثلش با این بیان شده و هر چه باطل است مثلش با این بیان شده، خواه در عقاید، خواه در اخلاق، خواه در اعمال، چون انسان از این سه بعد بیشتر نیست و کمتر هم نیست. مسائلی به عنوان عقیده مطرح است برای او، یک سلسله فضائل یا رضائلی به عنوان اخلاق برای او مطرح است، یک سلسله گفتار رفتاری به نام اعمال برای او مطرح است. هر یک از عقیده و خلق و عمل یا حقا یا باطل، حق مثل اون آبی است که میمانه و باطل مانند اون کفی است که میره. قبلا فرمود توحید حق است و کفر باطل، و در نتیجه می فهمد اون چه در این جهان می ماند توحید است. کل عالم را باید یک جا حساب کرد، من البد و الخط، تا برسیم به جایی که لیوزهره و علدین کلی بلو کره الکافرون بلو کره المشک، این یم کتو فلعرز می ماند. نباید یه انسانی یه گوشه این دریای خروشان را ببیند بگه این کفا چیه. شما صبر کنید اگر این سیل به دریا نشست، اونجا هم کف و زبد بود اشکال کنید. شما در بین راه از راه رسیدید، یه گوشه رو میبینید میگه این کفا چیه، این کفا لازمه این جوش و خروشه. اگر این کف بماند حق با شماست، اما این کف رفتنی است، لحظه به لحظه از بین میرود. آنی که میماند همون آب است که رفع آتش میکند، و آنی که میماند همون طلا و نقره است که برای زیور خوب است، یا همون آهن و فلز دیگر است که برای سلاح حرب و غیر حرب خوب است. پس این رفتنی است. نکته اولی که این آیه به ما میرساند اونه که اون چه از طرف خدای سبحان میآید خیر است، اینجا که میآید آلوده بشود. پس چیزی از خدای سبحان نمی آید که باطل باشه، او آب رحمت می فرسته، اگر کفیست اینجا پیدا می شود،
از طرف خدای سبحان هیچ بدی و باطل نازل نمی شود و هیچ نقص و شر و باطلی هم به خدای سبحان استناد ندارد. هیچ معصیتی به خدا بر نمی گردد، هیچ کمبود و شری به خدای سبحان بر نمی گردد. هر چرا که قرآن باطل نامید کفیس از این طبیعت برخاست و هر چرا قرآن حق نامید آبیست که از خدای سبحان تنزل کرده است. هم مسئله قضا و قدر با این آیه حل می شود، هم مسئله جبر و اختیار با این آیه حل می شود، هم مسئله حکومت طغاس با این آیه حل می شود. هر مسئله‌ای را که قرآن کریم به عنوان حق و باطل بیان کرد با این اصل کلی حل می شود. این یک آیه کلیدی است که از اونجا جز آب رحمت چیزی نمی آید و در حال خروش و حرکت همراهش یک کفهایی پیدا می شود. پس نباید گفت که این شرور را خدا چرا آفرید، نباید گفت این نقص ها را چرا خدا آفرید، نباید گفت این زشتی ها را چرا او آفرید. اگر یک کفیس اینجا پیدا شده و از بین می رود، او زشت خلق نکرد، او بد نیافرید، او ناقص خلق نکرد، او آب و رحمت را تنزل داد و هر کسی به اندازه خود از اون رحمت استفاده کرد، در خلال جوش و خروش چهار تا باطل هم پیدا می شود. این چهار تا باطل از همین جوش و خروش برمیخیزند و فورا سرکوب می شوند و از بین می روند. نه مندنی هنده نه از خدای سبحان تنزل کردن، از همین طبیعت برخواستن و همینجا دخل می شوند. اون چه که به نام فیض است از خدای سبحان تنزل کرده است، او می ماند، او برای همیشه خواهد مونده. و اون چه که باطل هست از همین خروش سیل نشأت گرفت و در لابلای نهر همین سیل روان دفن می شود. اونگاه باید ما خطوط کلی که قرآن کریم تبیین کرد همون چی حق است و چی باطل اونها را استخراج کنیم، معلوم بشود همه باطل ها همانند کفی است که از طبیعت برخاست و همجا دفن می شود و همه حق ها مانند رحمت و باران است و آب است که از خدای سبحان آمده و می ماند. این باید فحص بشود. الحمدلله.